سلام بر ساعت خبر با من شکیلا شمس از یک خوش آمدید. عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور حین بازدید از منار جام در ولسوالی شهرک این ولایت گفته است که یونسکو باید مسئولیت خود را در قبال حفاظت منار باستانی جام انجام دهد. آقای عزیزی افزوده است که سیلاب های ویرانگر پسین از سمت رودخانه جام آسیب زیادی به این بنای باستانی وارد نکرده، اما بعد دلایل سیلاب‌ها و حوادث طبیعی در آینده خطر تخریب وجود دارد. طارق علی بخید نماینده سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان با معاون وزارت خارجه ترکیه و مدیری کل جنوب آسیا در باره اوضاع افغانستان گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه این سازمان، دو طرف در این دیدار بر پشتیبانی از مردم افغانستان تاکید کردند و روند دوحه پیرامون افغانستان گفتگوی سازنده با مقامهای حکومت سرپرست را درباره آموزش دختران، حقوق زنان، پیکار با حراس افغانی و مسائل بشردوستانه نیز به بحث گرفتند. وزارت خارجه کشور گفته است که در روزهای آینده پروژه تاپی خط آهن بین افغانستان و ترکمنستان و فایبر نوری طی مراسم افتتاح خواهد شد. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت گفته است که نخستین نشست کمیسیون آمادگی برای برگزاری مراسم گشایش این پروژه ها روز گذشته با اشتراک نمایندگان نهادهای مربوط برگزار شد. ادامه درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در ولایت خوست 4 زخمی بر جا گذاشت. این دومین درگیری در این هفته میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان است که در ولایت خوست رخ می‌دهد. برخی از آگاهان سیاسی و نظامی ادامه این نقش‌ها را این تنش‌ها را برای ساکنان محل تهدید دانسته و می‌گویند که تکرار این درگیری‌ها بر روابط سیاسی دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی ایران و شوراهای خبر داده است که بر بنیاد مصوبه این کمیسیون از شهروندان خارجی که قصد اقامت در کشور ایران را دارند مبلغ به نام وثیقه یا کفالت عقض و به هنگام خروج از ایران با آنان بازگردانده می شود و افزوده که این وثیقه در واقع تضمین برای خروج به موقع شهروندان خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان در ایران است که میزان آن توسط وزارت داخلی آن کشور تعیین خواهد شد. با ادامه نگرانی برخی از فرهنگیان کشور از فروپاشی آرامگاه حکیم ناصر خسرو بلخی شاعر قرن پنجم هجری قمری با تازگی ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان از بازسازی این آرامگاه خبر داده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفته که این بنای تاریخی در جریان جنگ‌های 20 ساله گذشته به گونه جدی آسیب دیده و تا 2 ماه دیگر کاران تکمیل خواهد شد. این بود مهمترین ها این ساعت که تقدیم حضورتان گردید. با برنامه های یک همراه باشید. وقت بر شما خوش.